که بچه همین تطری باشه. پس اگر بچه به دنیا اومد همه چیش پای خودته. پای خودته. شما خواستی بدن خودته، بچه خواستی بهتر از قبل. من گفتم چشم مسافر، حرف شما رو گفتم چشم. شما بچه خواستی دیگه، منم ناموس من دیگه، بدن من دیگه، من مجبورم بگم چشم. نمیتونم بگم برو با یکی دیگه درست اونجا. پس مجبورم بگم چشم باشه، پس من میگم چشم. ولی اگر که کار گناهی داره، کارمایی داره، یا اگر میخواد بدونی من راضیم که بدن شما خراب بشه به خاطر اینکه بچه دار بشم، من گوره پدر من. نه من خودم عاشق بچم واقعا، همیشه آرزو. دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید. بله دوره بزن در رو تموم شده. تو این چند روز گذشته اخبار خیلی زیادی دارید از امیر تتلو میبینیم و میشنویم که حتی بعضیاش هم دیدنش و شنیدنش باور نکردنی هستش و بعضی تعجب میکنم، میگن شاید صدای ساختگیه، میگن که این صدای خودش نیستش، فیکشه. ولی باید بهتون بگم که کاملا تمام ویدیوهایی که در چند روز اخیر منتشر شده کاملا واقعی هستش. گزارشی که از دخترای دیگه پخش شده در کانال‌های دیگه من می‌بینم و تعقیب می‌کنم و دارن صحبت می‌کنم در مورد آزار اذیتی که امیر تتلو در خونه خودش با اینا داشته، کاملا حیرت داره. اما قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم یک بار دیگه می‌خوام که این ویدیو رو نگاه بکنیم، دوباره برمیگردید ویدیو که بچه امیر تتلو باشه. پس اگر بچه به دنیا اومد همه چیش پای خودته. پای خودته. شما خواستی بدن خودته، بچه خواستی بهتر از قبل. من گفتم چشم مسافر، حرف شما رو گفتم چشم. شما بچه خواستی دیگه، منم ناموس من دیگه، بدن من دیگه، من مجبورم بگم چشم. نمیتونم بگم برو با یکی دیگه درست اونجا. پس مجبورم بگم چشم باشه، پس من میگم چشم. ولی اگر که کار گناهی داره، کارمایی داره، یا اگر میخواد بدونی من راضیم که بدن شما خراب بشه به خاطر اینکه بچه دار بشم، من گوره پدر من. نه من خودم عاشق بچم واقعا، همیشه آرزوم. خب همونطور که میدونید از دیروز عصری، یعنی در عصر از صبح، حواشی امیر تتلو شدتی بیشتری گرفتش و بلیط خودش رو نشون داد که داره بیاد به سمت ایران، که خب خیلی‌ها از جمله خود ما از همون موقع میدونستیم که هم چیزی امکان ناپذیر هستش، چون که میدونستیم که ایشون پاسپورت نداره، یه پاسپورت قدیمی داره که پانس شده هستش و به هیچ وجه از کشور نمیتونه خارج بشه. حالا این دسته پاسپورت اگه بذاریم کنار، حالا خیلی ها میگن که خب ایشون اگه پاسپورت نداره در طول چند وقت، چند سال که در استانبول هست چطور داره زندگی میکنه. ایشون پاسپورت داره، اگه یادتون باشه یه حواشی هم سر پاسپورت گرفتنش بود چند ماه پیش، اما به خاطر اینکه قراردادهای داره با یه سری از کمپانی ها و قرارداد کنسرت داره در آلمان و جاهای دیگه، به خاطر اینکه از این کمپانیا پول گرفته بابت اینکه بعد بره اون کنسرت رو اجرا بکنه و چون نرفته اجرا بکنه و از سمت خودش یک طرفه کنسل کرده، اون برمیگذارم این پاسپورت رو پیش خودشون گرو گرفتن تا بتونن که دستشون به یه جای بند باشه و بتونن که تکلیف کار رو مشخص بکنن. چون همونطور که میدونید موقعی که میخواد یه کنسرتی اجرا بشه، فقط این نیستش که یه نفر بیاد بگه اوکی من میخوام کنسرت بزنم و همه چی بر وقف مراده. کلی آدم و پشت زحمت میکشه، سالان گرفته میشه، ساندولایک بعد درست بشه و هزار تا داستان دیگه. جدا از این که خود امیر تتلو در بعضی از جاها گفته که من برای هیچ کنسرتی دستمزد نگرفتم. تقریبا یه خورده میشه گفت درسته، یه خورده هم میگفتش میشه گفتش که اشتباهه. ایشون درسته در بعضی از جاها دستمزد نگرفته، اما اینو به جرأت میگم که بالای 3-4 برابر دستمزدی که میخواسته خودش بگیره از برنامه گذار پول گرفته، بابت اینکه گفته باید خونه عوض بشه، خونه باید این شکلی باشه، هر روز یه ارده جدید، دوچرخه میخوام، پیانو میخوام، نمیدونم کارت ساده فلان میخوام، آشپز میخوام. یعنی برنامه گذاری که بیاد با ایشون قرارداد میبنده، شاید ایشون به صورت زبونی میگه من دستمزدی نمیخوام، اما درخواسته که بعدم داره خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ایشون بابت دستمزدش نیاز داره. و اینکه جدیدن هم چشم وقت پیش ویدیو داشتم که میگفتش که دستمزد امیر تتلو در حال حاضر برای اجرای کنسرت 90 دقیقه‌ای 600 هزار دلار هستش، که حالا کسایی که در کار موزیک دستی در آتش داشته باشن میدونن که ما هنوز خدا رو سر هزار مرتبه شو خانم گوگوش رو داریم، آقای ایبی رو داریم، آقای داریوش رو داریم و بقیه، که دستمزدهای اونا همچه قیمت هایی نیست که ایشون به عنوان امیر تتلو و خواننده که کلا 3-4 تا کنسرت بیشتر نذاشته. و اینم باید این مثلا یه پرانتز وا بکنم که اون کسایی که الان پاسپورت دستشونه، یعنی پاسپورت جدید امیر تتلو دستشون هست و گیر هستش، همونایی هستن که امیر تتلو رو بولد کردن برای اولین بار در گرجستان براش برنامه گذاشتن و امیر تتلو تونست هوادار خوش اونجا ببینه و بعد شما هم در استانبول
کنسرت 6000 نفری براش گذاشتن. یعنی همه کارهایی بوده که همین کسی که الان داره اسمش میاره، آقای نمیدونم مسعود جمالی، آقای آرمین هاشمی که بهشون فوشداری میکشه، اینا همه کسایی بودن که اگه امیر تتلو شده، امیر تتلو یکی از باعث بانیایی که اومدن آهنگای اینو پروموت کردن، تو شبکه‌ها پخش کردن، روی کانالشون گذاشتن و جدا از همه کنسرت های بزرگ با پرودکشن های قوی گذاشتن، اینا همه آدم هستن. اما الان خب دوچار مشکل شدن و اینکه من حق و باز هم به برنامه گذاره میدم و اینکه الان امیر تتلو خواسته شبونه، حالا فیلم یا هر چیز دیگه خواسته فرار بکنه، اینجوری نیستش به قول تیکه اولی ویدیوی گوشتم دوره بزنه به ارو تموم شده. اینجوری نیست که شما بیای توی کشوری یا هر گند و کثافتی رو بزنی بعد بگی اوکی من کشورم نمیخوام، مال خودتون خدافظ. انقدر پرونده های کیفری داخل استانبول داره، یکی دو موردش خودم دارم که تو همون منطقه کنشین داره زندگی میکنه، نامه اومده که اصلا قرارداد این خودش تمام بشه دیگه به این شخص در این منطقه به هیچ عنوان خونه ای داده نمیشه. یعنی ببین چقدر گند و کثافت تو اونجا زدن که اسم ایشون رو، حالا اگه داشته باشم این نامه رو براتون اینجا بذارم که ببینید، اسم ایشون رو گذاشتن که اصلا تو این منطقه بیکوس که ایشون زندگی میکنن اصلا به ایشون دیگه خونه ای ندن به هیچ عنوان. یعنی تا این حد آبروزی توی شهر رو انداخته. و اینکه حالا امروز دیدم که داره میگه که من رفتم کنسولگری ایران، کنسولگری ایران به من بی ادبی کردن، نمیدونم فرق، هر چیزی یه قانونی داره. شما دیدید رفتید گفتید که من پاسپورتم گم شده، شما اگه پاسپورت گم بشه باید به پلیس امنیت اونجا درخواست بدید تو کدوم منطقه گم شده، چند روز بعد ثبت بکنید آیا پیدا میشه آیا پیدا نمیشه، بعد اون برگه امنیت رو بگیری بری سفارت اونجا به لیست پاس بدن و بعد بتونی خروج بکنی. که حالا با این چیزهایی که داخل این استگرام در مورد کنسولگری ایران هم نوشته، من که احتمالش رو 0.1% میدم که ایشون بخواد وارد ایران بشه و تمام این حرف و حواشی ها به خاطر این هستش که از زیر یه سری از بارهایی که روش هستش، بارهای منفی که در این چند هفته اخیر روش اومده، بتونه مظنون نوایی بکنه و از زیر بار اینا در بره. و جدا از همه اینا، وقتی شما پرونده کیفری در که خداشو کم نداره در استانبول دارید، تا زمانی که وقت دادگاهتون نیاد و اینکه اون قاضی صاحب جی به قول معروف حکم و نگه، شما اصلا به هیچ عنوان از کشور نمیتونی خارج بشی. حالا شما برو خودتو بزن به در، خودتو بزن به دیوار، برو کنسولگری، برو اداره کش یا هر جای دیگه، این قانون این کشوره. و همجوری نیستش که شما بیاد یه سری جرم و جنایت انجام بدید، حالا جنایت که نه، یه سری جرم انجام بدید و بعدش هم بگید که آقا ما نخواستیم کشور رو، خدافظ شما. آخرین کامنتی که در یوتیوب گذاشته گفته که من شهر رشت رو انتخاب کردم که بیام ایران و در رشت زندگی بکنم و حالا شروع کردن نوشتن که آره این پوله که من تو اینجا دارم میدم بابت ویلا تو ایران بیام پادشاهی میکنم. اولا اینو بگم که هیچ کدوم از این پولا شما پرداخت نکردید، کسای دیگه بنده خدای دیگه متحمل ضرر شدن و پرداخت کردن، شما فقط استفادهشو کردید. همونطور که فقط حالا مود شده تو این چند هفته دارن در مورد آزار اذیتی که به دختر خانم دارن انجام داده و دارن روش مانوف میدن، اما یادتون نره که ایشون چند ماه پیش، فکر کنم یک سال خورده پیش، اومد توکن را انداخت. چه مقدار پولای گفتیم از بابت تکونای تقلبی تتل تکون یا هم چیزی روش از اونها برداشت. یعنی گند و کثافت سرتون در دیارم، گند و کثافت کم تو این کشور ترکیه نزده. پس رفتن ایشون به همین راحتی نیست. حتی اگه خودش بگه آقا خواهم دیپورت بشم، اونقدر این کشور بیقانون نیستش که حالا اینجا شما هر گنده که صفتی رو بزنی و بعد بگی من دارم میرم. به قول یه سن از بچه ها، همونجور که هر پس کارما میزنید باید تو همین کشور بمونید، اگه کار اشتباهی انجام دادید کارماشو پس بدید. پس از همینجا به شما میگم که منتظر جمعی تا تنو به ایران بیاد نباشید، اینا همش چرت و پرته. و تا مرحله اداریش طی نشه ایشون رو از این پاش از این کشور بخوادم نمیتونه بذاره بیرون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.